خالقداد اکبری رئیس شورای ولایت غزنی را در استودیو با خود داریم و بیشتر در پیوند به نوامنی ها در غزنی و حوادث اخیری که در ولسوالی اندر اتفاق افتید صحبت میکنی. سلام به شما خالق خالقداد خیلی خوش آمدید در برنامه آن چیزی را که وزارت دفاع میگن مهار شده ولسوالی اندر تهدیداتش و تهدیدات به نوع رفع شدن در غزنی آن چیزی که شما دیدین چقدر مطابقت داره و وضعیت را اگه میشه شما تعریف بکنین که در غزنی چی بسم الله الرحمن الرحیم محضر شما همکاران عزیز شما و ملت نجیب افغانستان سلام و عرض ارادت دارم در ارتباط با قضایایی که در طول هفته جاری به وقوع پیوست در سراسر افغانستان مخصوصا در ولایت غزنی ما شاهد حملات بسیار سنگین و خونبار در ولسوالی اندر بودیم که متاسفانه در حملات دو سه شب قبل که صورت گرفت بالای ولسوالی اندر ما تنها 33 نفر شهید داشتیم در اولسوالی اندر از اردوی ملی پلیس ملی و امنیتی ملی و همچنان مجروحان زیادی داشتیم ما فکر کنم در ارتباط با قضایایی که در افغانستان و در غزنی غزنی هم جز افغانستان هست و ما تعریف می‌کنیم به یک افغانستان کوچک مشکلات هایی که پدید آمده در غزنی عدم مدیریت هست هیچگاه دوستای دولتی ما مخصوصاً وزارت محترم دفاع و وزارت محترم داخله همچنان ریاست محترم امنیتی ملی در کابل اینا پاسخگوی مشکلات های مناطق مختلف در ولایت غزنی نبودن ما همین لحظه که با خدمت شما صحبت میکنیم امروز ما در صفحه فیسبوک خودم یک جمله نوشته کرده بودیم آیا کماندوهایی که آمده در اندر دیشب اینا پایین شدن و امروز ساعت شش صبح اینا اولسوالی را گرفتن دوباره قسمتی از ساختمان ولسوالی دیشب در اختیار طالبان و قسمتی از ساختمان ولسوالی در اختیار دولت قرار داشتند. اینا اتاق به اتاق تن به تن داخل جنگ بودن ما از داخل از داخل ولسوالی ما با کماندان محترم اردو ملی موظفین پلیس روخ میکردیم که وضعیت از اونها در چی قرار هستند ما با مسئولین درجه یکی ولایتی اونا رو از داخل اول اولسوالی با توسط ما عرض ما اینجاست سوال اینجاست که کماندو برای چند وقت در اندر باقی مانده میتونه استراتژی وزارت دفاع و وزارت داخله چی هست بعد از بیرون شدن کماندو در ولایت غزنی ما تنها ولایت غزنی داریم ولسوالی جیغتوی ما در حالت سقوط قرار داره دیروز اگر حمایت مردمی را با خود نمی در ولسوالی جیغتو همزمان ولسوالی ج... جیغتو را اینا به سقوط مواجه کرده بودند اینها گروه طالبان هستند؟ بله اینا گروه طالبان بیشتر از کجا آمدن این شو... شواهدی که وجود داره از ولایت های زابول و از پاکستان حتی پاکستانی ها در جنگ اندر شریک بودن با چه امکانات آه. آمدن؟ این امکانات, امکانات... افغانستان س... سال امکانات بسیار خوب دارن س... ایها... خیلی از موضوعات ها و از مشکلات های هست که ما نمیخواستیم از طریق تلویزیون و از طریق مطبوعات همگانی بسازیم ام. ولی به خاطر که ما نماینده مردم هستیم از او کرده که ما یک هفته بعد بعد از یک فاجعه ما فریاد میزنیم بهتر است که ما امروز فریاد بزنیم نیروهای ما مخصوصا پلیس ما جان برکفان ما ما جا دارد که از کل نیروهای امنیتی خود در ولایت غزنی اظهار قدردانی نماییم اونا نظر به امکاناتی که دارن از توانی خود بالاتر می جنگن. اما وزارت محترم داخله می که تجهیزات پلیس در چی وضعیت قرار داره اگر این وضعیت به ای که لازم هست اینا حل نشوه مرفوع نگردد نه تنها ولسوالی اندر بلکه ولسوالی های زنخان ولسوالی های جیغتو و واقع در آستانه سقوط قرار داره باید بپذیرن مخالفین با چه امکانات نظامی و عربی مخالفین از هر گونه اسلحه اینا حتی حتی دیشب در اندر بالاترین اسلحه از اینا آوان بودن که اینا آوانشان هم مرمیش تمام شده بودن در دقایق آخر از نیروهای بله، بله ولی جانب مقابل از دیکوراک استفاده میکردن که شما شاهد بودن که یک هواپیمای کنجا رفته بودن برای حمایت نیروها پیلوت هواپیما مرمی خوردن اونجا دوباره فرار کردن و برگشتن دیشب اگر نیروهای خارجی ساعت 2 شب وارد عمل نمیشدن، ما شاهد یک فاجعه بسیار ننگین و خطرناکی در ولسوالی اندر بودیم خب به اساس پیشنهاد ما به حکومت هست که حکومت هر دو رهبری بزرگوار ما در حکومت وحدت ملی دنبال چانه‌زنی ها نباشند دنبال تغییرات مثبت ها در خوش این مطالبات از, ای از سالها به با این طرف غزنی و ها را تجربه میکنه همین چهار ولسوالی مکمل در جنگ بودن همواره بلاخره پاسخ حکومت چی بود به شما یعنی طبیعتا در گذشته هم اقدام شده در این رابطه در گذشته ما, چرا ما, یعنی دروازه نشده؟ ما دروازه ما دروازه به دروازه گشتیم فریاد زدیم و فریاد باز میزنیم دو موضوع به نظر من عامل عمده هست ببن. یکی نارسایی حکومت به خاطر تجهیزات لازم در غزنی یک موضوع موضوع دوم عدم رضایت خیلی از شهروندان ما از عملکرد حکومت در غزنی اینا اسباب و وسیله ای میشه که حکومت در انزوا قرار بگیره و قوی اجرایش سوال بسیار جالب وجود داره اگر اگر نیروهایی که در اونجا هستن کدام کسی پیدا شده که تا حالا فریاد بزنن که فلان سرباز ما امروز رئیس شورای ولایتی پروان از ما صدا میزد که ما شهید داریم در غزنی ما منطقی برای گفتن نداشتیم در مقابل رئیس پروان امروز از گوشه گوشه افغانستان از بدخشان از جلال آباد امیل از یک با ما صحبت با میکنیم یک شهید از جلال آباد در غزنی هست که هنوزم انتقال نشده این فریاد کی بشنون اگر هر دو, و... هر دو در همین اگر این رهبران حکومت و عدت ملی وزارت دفاع و امنیت داخله اینها دست به کار نشن اون استراتژی که شما میگین بعد از اینکه طالبان از اینجا بیرون شدن یا کماندو آمد به کابل تدوین نکنند میشه پیش بینی چه حوادثی کماندو ماندن در ولسوالی اندر نیست قانون کماندو عملکرد کماندو مشخص هست در کشور طرز عمل مشخص است ولی ما باور به این داریم اگر ولسوالی اندر و اولسوالی های دوازدگانی ولایت غزنی که در مرحله سقوط بعضی از اینا قرار داره مثل ولسوالی زنخان و جاهای دیگر اینا اگر از نگاه کمیت و کیفیت اینا تکمیل و تجهیز نشود ما در, در شرایط بسیار دشوار قرار خواهیم گرفت و این وضعیت به گناهی ای هست که او زمان اگر بعد از یک فاجعه ننگین و خطرناک حکومت هر تغییرات را که در غزنی به وجود بیاره به نفع غزنی نیست <تصفح> امنیت ملی صدا میکنه میگه ما خبر کردیم چرا عمل نشوده <تصفح> پلیس فریاد میزنه میگه ما مرمی نداریم چرا عمل نمیشه ما با عنوان نماینده مردم دیشب تا ساعت دوی شب فریاد زدیم فریاد زدیم به جناب اتمر تلفن کردیم تلفن ما را جواب ندادن به رهبرای دیگه و به بزرگان دیگر در وزارت داخله و دفاع ما فریاد میزدیم که غزنی و اندر در یابد فاجعه در راه است شما اگر دیروز شب گذاشته نیروهای خارجی نمی رسید این صبح شاهد شهادت 120 نفر از سربازان خود تنها در داخل اولسوالی اندر بودیم که اونها بارشادت مرتبط به با تلاش های شما و دولت افغانستان نیست بله اونها خودشون رفتن یعنی تلاش های شما نتیجه نداد تا دو بجه پس نیروهای خارجی که رسیدن تلاش که تلاشایی که ما کردیم دیروز نمایندگان محترم مجلس که صدای ما را میشنوند تعداد از نمایندگان ما در پارلمان افغانستان اینا زحمت کشیدن تلاش کردن وزارت داخله و وزارت دفاع را متقاعد ساختن ولی وزارت دفاع میگفتن ما دو قطعه روان کردیم برای تک اکمالات از اینا ولی دو دو قطعه که اینا روان کرده بودن جنگ به ای بودن که اینا از 5 کیلومتری شهر همکاری از طرف اورزو به طرف اندر اینا رفتن تا زمانی که که آقای اکبری فرصت از طرف مردم داده نشوه گروه تروریستی چطور میتونن جا بگیرن اونجا مردم چطور این فرصت را دارن که تا این سرحد نفوذ بکنن این خودش سوال هست ما از بس در تلویزیون های مختلف در رسانه های مختلف فریاد زدیم فکر کنم که دیگر برای حکومت هم عادی شده ما اصل بحث ما اینجا هست تا فاصله بین حکومت و بین مردم از بین برداشته نشده حکومت نمایندگیش در, در ولایت غزنی به عمل خود متوجه نشده بعضی از جاهایی که سالم نیستن او را حکومت تبدیل نکرده ما شاهد بدبختی های بیشتر از این خواب بودیم در ولایت غزنی ولی ما فکر میکنیم که فاجعه غزنی ختم نشده بعد از برگشتاندن کماندو زمانی که ما خبر شدیم که در ولسوالی جیغتو و ولسوالی اندر ما از امکانات قوی برخوردار هستیم دیشب شما شاهد هستین اونا رو فکر کنم مطبوع پخش نکرده در ولسوالی زنخان یک تانگ ما در اونجا حریق شدن و دو تا از عزیزان ما از قطعه واکنش در اونجا سوختن اصلا جنازیش قابل شناسه نیست از حضور شما خالق داده اکبری رئیس شورای ولایتی غزنی